سلام، سال 2020 پروژه به نام MC36 تی معرفی شد با هدف اینکه خودروهای لوکس با استفاده شهری و خانوادگی معرفی بشن و در نهایت با کمی تأخیر برند اکستریم به ایران اومد. محسن آلتا هستم. امروز می‌خوایم اکستریم ویکس رو معرفی بکنیم، پرچمدار برند اکستریم در ایران. این خودرو روی پلتفرم M3X پیاده سازی شده و یه اسم دیگه تو بازارهای جهانی داره به نام لانیوه، که به معنای اینه که ماه رو نگه دار. از طراحی مشخص با یه طراحی محافظه کارانه و خانوادگی طرف هستیم. خطوط عمودی افقی که همه جای ماشین دیده میشه و جلو رو میبینیم با خطوط افقی خیلی زیادی استفاده شده که باعث میشه یه مقداری ماشین پهن‌تر از اون چیزی که واقعا هست دیده بشه. چاخهای کورنرینگ داره که وقتی شما توی شب میپیچین روشن میشه تا بتونه فضای بیشتری رو براتون روشن بکنه. از کنار که نگاه بکنین رینگ‌های 20 اینچی که طبعاً باید بگم یکی از بزرگترین رینگ‌های هستش که تو خودروی مونتاژی داخل داره استفاده میشه، دوربین 360 درجه، و از کنار ببینین کاملاً خطوط ساده و افقی استفاده شده به دور از حالا هیجان و این چیزا که باعث میشه میگم خودرو خیلی محافظه کارانه باشه. لچکی خیلی بزرگ که دیدو برای ردیف سوم بهتر میکنه. اما عقب ماشین رو ببینید، باید بگم خیلی ساده تر از اون چیزی هستش که انتظار داشتیم. یعنی خیلی طراحی حالا به نظرم زیادی دیگه محافظه کارانه است، باید یه مقداری هیجان بیشتر میبود توش. زاپاس ماشین این زیره و فرغونیه، رینگ کامل نیست، دوتا خروجی اگزوز واقعی داره و اگر در صندوق رو باز بکنین کف صندوق این طرف سابوفر هست و این طرف حالا وسایلی که برای پنچر گرفتن میتونید استفاده بکنید. و ردیف سوم ببینید با چند تا دکمه میتونید باز و بستش بکنید. دو طرف این خودرو رکابای برقی هستش و روش دو تا خط آبی هم هستش که شب بتونید راحت‌تر ببینید. شاید واقعاً خودروی با این ارتفاع از کف اصلا نیاز نبود براش رکاب بزنم، ولی خب سعی کرده توی هر قسمت تا اونجایی که میتونه راحتی بیشتری رو به سرنشینان بده. موتوری که روی اکستریم ویکس به کار رفته موتور 2 لیتری توربو شارژ 261 هست و 400 نیوتن متر گشتاور. گشتاور خیلی خوبیه، حالا بعدا تست میکنیم و بعد بگم این خودرو چهار چرخ معرفه. اولین چیزی که توی طراحی ماشین خیلی جلب توجه میکنه استفاده از 3 تا صفحه نمایش جداگانه رو کل داشبورد جلو هست، کاری که بنز قبلا انجام داده بود و حالا دیگه مود شده و خیلی از خودروسازا دارن این کار رو انجام میدن. گاه هم بهش میگن صفحه نمایش های تریپلکس، 2 تا صفحه نمایش 12.3 اینچی و یه صفحه نمایش بزرگ 15.6 اینچی هستش که البته مثلا با این صفحه نمایش سمت راست سرنشین جلو میتونه تنظیمات حالا صندلیش رو تغییر بده. این وسط رو ببینین یه حالت کشویی داره، بسته میشه و اینجا کاملا یه دست میشه، با طرح چوب هستش. دو تام شارژ وایرلس داره، هم اندروید اوتو داره هم اپل کارپلی داره که به صورت وایرلس وصل میشن و اینجا یه دونه کول باکس هستش. اینجا رو ببینین اصلا هیچی به نام دسته دنده و اینا وجود نداره، به سبک باز ماشین بنز دنده رو از این اهرام بغل میتونین تغییر بدین و این سمت چپی دیگه شده برای شیشه پاک کردن. و خود چراغ ها باز به سبک ماشین های آلمانی با یه اهرام این بغل میتونین تنظیمشون بکنین. سقف پانورامای 2 تیکه داره، توی همین 1 تیکه فضای کابین 23 تا بلندگو استفاده شده، شیفترهای پشت فرمون و البته کلی آپشن دیگه مثل
ماساژور صندلی های جلو، گرم کن سرد کن صندلی جلو، یا چند تا آپشن خاص دیگه که تو ادامه فیلم میخوام تک تک بهتون نشون بدم. این خودرو یه سیستمی داره که میتونین بهش فرمان صوتی بدین. البته سیستمی بودش که قبلا تو خودروهای دیگه هم داشتیم، ولی یه فرقی میکنه که زبان فارسی رو هم پشتیبانی میکنه. من الان تمام این قسمت جلو رو به زبان فارسی درآوردم و این فرمان صوتی هم میتونه زبان فارسی رو هم متوجه بشه. مثلا میتونیم بهش بگیم که سانروف رو باز کنه، ماساژور صندلی رو روشن خاموش بکنه، یا نه مثلا فلان موزیک رو پخش بکنه، یا سرد کنه صندلی رو روشن خاموش بکنه. و این کسی که اینجا هستش میتونیم بگیم سلام اکستریم و من دارم میآیم. و دیگه فرمان رو بهش بگیم سلام اکستریم، دارم گوش میدهم، لطفاً سانروف رو باز کن. انجام شد. این زیر یه جایی داره که ببینین جای سه تا خشابه که سه تا رایحه عطر رو میتونین توش بذارین و تنظیم بکنین که از کدوم یکی استفاده بکنین. با ماشین رانندگی میکنیم، ماشین کوچیکی نیست واقعا، ابعادش بزرگه و البته ماشین سنگینی هم هست و نظر تعلیق باید بگم ماشین نرمیه نسبتا، یعنی تو شهر که دارین رانندگی میکنین خیلی جایی که حالا دست اندازی چیزی هستش واقعا خوب داره کنترل میکنه و کابین یه مقداری حتی حالت گهواره‌ای هم داره و خوب ضرباتو جذب میکنه. از نظر پرفورمنس موتور بالا یه کوچولو حقیقتا لگ داره، یعنی وقتی که دور موتورتون از 2500 میگذره قشنگ اون بوست توربو رو میتونین ببینین، ولی خب ماشین کندی هم نیست، یعنی خوب 400 نیوتن متر رو واقعا خوب دارین زیر پاتون حس میکنین و با وجود اینکه ماشین سنگینیه ولی باید بگم حس و حال خوبی میده. نکته خوبی که این ماشین داره اینه که خب فول ویل درایو، چهارچرخ محرکه، ولی خب اینطوری نیستش که شما بتونین کنترل بکنین که مثلا الان تک دیفرانسیل باشه یا مثلا حتما چهارچرخ محرک باشه، نه. سیستم بورگ وارنر نسل 6 رو این ماشین نصبه و البته از این وسط هم نشون میده که چه زمانی داره با چه درصدی نیرو رو به چرخ‌های جلو یا عقب منتقل میکنه، ولی در صورت سعی میکنه که حالا تو حالت‌های مختلف مثل آفرود و اینا بیشتر از این سیستم استفاده بکنه. این خودرو تابلوخان هم داره، حالا از طریق دوربینی که جلو هستش تابلوهای کنترل سرعت رو میخونه و این پشت بهتون و البته رو هداب دیسپلی هم مرتب بهتون هشدار میده که مثلا اگه اینجا محدودیت سرعت 80 تا هست، شما مثلا 90 تا دارین میرین، اینجا یه هشدار میده که مثلا بدونین محدودیت سرعت این خیابون چقدر. این خودرو سیستم پارک خودکار داره، هم میتونه به صورت افقی اتوماتیک پارک بکنه و هم عمودی و هم میتونه از پارک به صورت خودکار در بیاد. من میخوام یه دونه از کارها رو اینجا بهتون نشون بدم، یعنی میخوام از پارک به صورت خودکار خودش در بیاد، ببینیم چطوری عمل کردش. اینو میدیم پایین، یه دونه اوتو پارکینگ داره، من میذارم که میخوام از پارک در بیام، پا میذارم ترمز، میگم کدوم طرف میخوام در بیام و استارت پارکینگ میزنم، اکسپت میکنم، پامو دیگه از رو پدال ترمزم برمیدارم. این تیکو که میزنه دیگه میگه که آماده ای که میتونی خودت دیگه بری. یه سیستم جالبی هم داره این خود رو ببینیم، بیاین تو سیتینگ، توی ساوند زده هدرست اسپیکر. سه تا حالت مختلف داره، شیرینگ مود یعنی که تمام آهنگ ها یا اتفاقاتی که داره میفته تو تمام کابین پخش بشه عین همه ماشین عادی. اوتو شیر مود یعنی که آهنگ ها همه پخش بشه تو کل کابین، ولی اگه مثلا تا
تلفن زنگ زد یا مثلا نویگیشن تو میخواست راهنمایی بکنه، فقط از بلندگویی پخش بشه که پشت سر راننده هست و دیگه بقیه سرنشینا اون صدا رو نشنون. یه حالت هم داره پرایوت مود که اصلا کل کابین دیگه ساکته، مثل زمانی که مثلا همه خوابیدن، و آهنگ یا مثلا تلفن اگه زنگ زد فقط از اسپیکر پشت سر راننده پخش میشه. ببین اون بلندگویی که بهتون گفتم دقیقاً اینجا پشت سر راننده است و الان من زنگ میزنم به یکی از همکارانم، رفته 5 متر دورتر وایساده. ببین دقیقاً صداش داره پشت سر من میاد. این صدا رو الان فقط من به عنوان راننده دارم میشنوم، ولی تمام کابین دیگه ساکت، هیچ صدای جای دیگه کابین نمیاد. روی ستون A سمت راننده یه دوربین کوچیک هستش که مرتب داره راننده رو رصد میکنه و اگه مثلا شما حواستون پرت باشه زیاد مثلا این طرف اون طرف نگاه بکنید که بهتون تذکر میده، یا اگه ببینه که مثلا خیلی راننده خواب‌آلوده سعی میکنه که بهش هشدار بده که از این حالت در بیادش. Hello, don't look around while driving. Safe driving is more important. سیستم خودرانی که روی این خودرو هست لول 2 پلاسه، حالا بعضی بهش میگن 2.5، در صورت میتونه خطا رو بخونه و یه مقداری فرماندهی میده که بتونین ماشین رو توی خط حالا بهتر نگرده، بهتون کمک بکنه. در اصل نباید دستتون رو فرمون بردارین، ولی خب ما برای اینکه تست بکنیم این ماشین رو و بهتون نشون بدیم که چطوری داره فرماندهی میده به شما کمک بکنه، این سیستم رو تست میکنیم و دستمون رو فرمون برمیدونیم که ببینیم اصلا عمل کرده چطوره. خب الان میخواییم سیستم خودران رو تست بکنیم. ببینید اینجا یه دکمه داره، وقتی میزنم لاین چپ و راست سبز میشه و دیگه دستمو برمیدارم ببینید چطوری داره فهموندهی میکنه که قشنگ ماشین رو بین دو خط نگر داره. میگم این کار درستی نیست که من الان دستمو از روی فهمون برداشتم، فقط میخوام بهتون نشون بدم که چطوری داره فهموندهی رو انجام میده. باید بگم عمل کردش نسبت به اون خودرانهای لول 2.5 که قبلا توی بازار داشتیم یه مقداری بهتره، یعنی یکم مشخص سریعتر و بهتر داره، نشون میده که مثلا بین دو خط هست و فهموندهش هم یکم بهتر شده. این ترمز هم خودش انجام داد، من انجام ندادم. قبل از این که بریم تست شتاب بگیریم چند تا نکته بهتون بگم. گیربکس این ماشین 8 سرعته آیسن هست، خوشبختانه دو کلاجه نیست، سی وی تی که قطعا نیست اصلا تو این رنج قیمتی، و عمل کرده گیربکسش هم خوبه. البته اگه با شیفتر پشت فرمون دنده عوض بکنین گاهن با تأخیر انجام میشه، یعنی مثلا اگه دندتون 4 باشه بذارین 3، این پشت 3 میشه ولی خود گیربکس با یه تأخیری دنده رو 3 میکنه. و یه نکته دیگه این که 7 حالت رانندگی داره که حالا تو حالتهای مختلف رانندگی واکنش دریچه گاز یا مثلا عمل کرده ESP یا حتی سرعت دنده عوض کردن توش تغییر میکنه. حالا ما حالت اسپورت میذاریم تا بهتر عمل کرده شتاب رو ببینیم چطوره. در نهایت باید بگم که خب خیلی ها میپرسن که آیا این خودرو ارزش خرید داره یا مناسب براشون هست یا نه. باید بگم این خودرو تو سال 2023 کلا فروشش شروع شد و بیش از 10,000 دستگاه تو سال 2023 فروخته. ماشین اصلا ارزونی نیستش، تو بازار جهانی بیش از 50,000 دلار قیمت داره و تو ایران که خب خیلی گرونتره. یه اصطلاحی تو یکی از ریویوها میخوندم و میگفتش که خودروهایی رو بهش میگن دتکار، خودرویی که مناسب پدرانه که خانواده دارن، بچه دارن و استفاده شهری و خانوادگی دارن. به نظرم این اصطلاح خیلی مناسب این خودرو هستش.
اگر دنبال یه خودروی چهارچرخ محرک لوکس با امکانات خیلی مدرن هستین و دنبال این هستین که حتما ماشین صرف کیلومتر سوار شین و نظر قیمتی هم براتون مسئله نیستش، به نظرم حتما به VX یه نگاه ویژه داشته باشین.